پرواز پرستوهای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی برای جاسوسی از سربازان اسرائیلی. گزارش ایران اینترنشنال از نقش آفرینی یگان اغواگران سایبری سپاه پاسداران در جنگ اسرائیل و حماس. چگونه سپاه پاسداران از گروهی از زنان در مشهد برای عملیات فریب مجازی علیه اسرائیل استفاده می کند؟ تشدید حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. یک مقام ارشد حوثی‌ها هشدار داده هر اقدام خصمانه ای علیه این گروه پیامدهای سنگینی خواهد داشت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام خبر داده صبح امروز 14 پهپاد شلیک شده حوثی‌ها را منهدم کرده. افزایش تلفات گروگان‌ها و سربازان اسرائیلی حین پیشروی در خاک غزه. تشدید درگیری‌های نظامی در غزه همزمان با حملات موشکی حماس به اورشلیم. قطر از سرگیری مذاکرات برای توافق جدید بین اسرائیل و حماس خبر داده. و افزایش نگرانی پناهجویان ساکن نیویورک به دنبال اعمال محدودیت‌های جدید اقامتی، موج بی سابقه ورود پناهجویان به نیویورک و کاهش بودجه نهادهای مهاجرتی در این ایالت. پناهجویان از اخراج از پناهگاه‌ها در فصل سرما نگران هستند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام، وقتتون بخیر. به امروز خوش آمدید. من گلا راهن هستم. بیش از دو ماه بعد از حمله حماس به اسرائیل و ادامه جنگ، ابعاد تازه‌ای از کمک جمهوری اسلامی به حماس روشن شده. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست پیدا کرده که نشون میده سپاه پاسداران گروهی از چهره‌های اغواگر یا همون پرستوهای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی رو از طریق شبکه‌های اجتماعی سراغ سربازان اسرائیلی فرستاده تا با نمایش تصاویر برهنه از خودشون تلاش کنن سربازان رو فریب بدن. اونها از شهری در ایران وارد این عملیات میشن که نماینده علی خامنه‌ای معتقده به حرمت حرم امام هشتم شیعیان نباید در اونجا کنسرت برگزار بشه. با این حال از همان شهر گروهی از اکانت‌ها با نام‌های جعلی اما با تصاویر خصوصی و نیمه برهنه به دنبال فریب سربازان اسرائیلی در خدمت حماس هستند. مشابه پورمحسن گزارش میده. افشای اغواگران مجازی جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل، داستان دلبری جاسوس‌های جعلی برای سربازان اسرائیلی به زبان عبری با زبان بین‌المللی فریب، اکانت‌های جعلی زنان واقعی سپاه اسلام چگونه از مشهد به سربازان اورشلیم حمله کردند. تلاش یک زن برای اغوای سرباز اسرائیلی در میانه جنگ علیه حماس. دخترانی که با یک وظیفه سازمانی گوشی‌های هوشمند را دستشان گرفتند. سلاحی برای فریب سربازان جبهه دشمن. یک ماه پیش خبری منتشر شد از اینکه حماس از اکانت‌های جعلی دختران برای تخلیه اطلاعاتی نیروهای اسرائیلی استفاده می‌کند. اما حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد این اکانت‌ها متعلق به پرسوهای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هستند که برای سپاه پاسداران کار می‌کنند. کسانی که اگرچه اسم و هویت جعلی دارند اما عکس‌هایشان واقعی است و حتی فیلم‌های برهنه‌ای که از خودشان می‌گیرند تصویری از خود واقعیشان است. این زن با نام کاربری اهوا خیفا سراغ سربازی اسرائیلی رفته و تلاش می‌کند با اغواگری او را تخلیه اطلاعاتی کند و اطلاعات نظامی به دست بیاورد. این پرستو می‌گوید یکی از یهودیان مهاجر است که از لندن برای مبارزه به نفع اسرائیل آمده. او خودش را با نام جعلی اولگا اور معرفی کرده و پیشتر تصور می‌شد که عضوی از حماس است. اما حالا می‌دانیم که نام واقعی او سمیرا باغبانی ترشیزی است. او از اینجا با سربازان اسرائیلی تماس می‌گیرد. شهر مشهد، جایی که نماینده خامنه‌ای می‌گوید به حرمت امام هشتم شیعیان نباید در آن کنسرت برگزار شود. شهری که در آن نظام در مترویش از تکنولوژی برای شناسایی زنانی استفاده می‌کند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. همانجا اما گروهی از زنان هستند که برای واحد سایبری سپاه پاسداران در نقش زنان فتانه و فریبکار ظاهر می شوند. این زن خودش را جنگجوی معرفی می کند که در جبهه جنوب می جنگد. او از یک سرباز نیروی زمینی ارتش اسرائیل محل خدمتش را می پرسد و به دنبال تخلیه اطلاعاتی اوست. یکی دیگر از این زنان شناسایی شده هانی قفاریان است که با اکانت‌های جعلی از مشهد سراغ سربازان اسرائیلی می رود.
او یکی از زنانی است که با هدایت سپاه پاسداران با قربانیان خود در فضای مجازی رابطه عاشقانه مجازی برقرار می‌کند. از طریق مکالمه، مکاتبه و حتی ضبط صدا و تماس‌های ویدیویی ایران اینترنشنال به این ارزیابی رسیده که اعضای این گروه از مجموعی از پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. در چند مورد این زنان حداقل 22 آواتار مختلف را به طور آنلاین اداره می‌کنند. مشخصات آنها مثل نام و سن جعلی است، اما تصاویر استفاده شده عکس‌های معتبر اعضای گروه است. در عکس‌ها زنان کلاهگیس‌هایی با موهای شاداب به سر می‌کنند، آرایش‌های غلیظ دارند، لباس‌های باز می‌پوشند و در مواردی از بدن برهنه‌شان عکس و فیلم می‌گیرند. این زنان در یک پروژه سپاه پاسداران برای به دام انداختن سربازان اسرائیلی برهنه می‌شوند، در حکومتی که تصویر گیسوی زنان روی شانه‌هایشان را هم تحمل نمی‌کند. استفاده از زنان و مردان اغواگر برای جاسوسی یا تخلیه اطلاعاتی سوژه هدف یکی از قدیمی‌ترین روش‌هایی است که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای جهان از آن استفاده می‌کنند. ترفندی که منحصر به سرویس‌های جاسوسی نمانده و مافیاهای مختلف قاچاق مواد مخدر و گنگسترها هم از آن بهره می‌برند. 7 سال پیش این زن اسلوبود دانکا، یک مدل بوسنیایی 30 ساله، به دلیل تلاش برای اغوای یک گنگستر محلی به 2.5 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی هم در حیات 45 سالش بارها از این شیوه برای حذف مخالفانش در داخل و خارج استفاده کرده. حبیب اوسیوت از چهره‌های مخالف نظام که در ترکیه رو بوده و به ایران منتقل شد، در تله اصل یا اغوای یک زن به دام گروه تبهکاری افتاد که او را در استانبول رو بودند و از طریق مرز زمینی به سوی چوبه دار فرستادند. در سالهای اخیر با افتادن برخی از چهره‌های سیاسی داخل ایران در تله این زنان، عبارت پرستو بیش از پیش به ادبیات سیاسی ایران راه یافت. در این مدت سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام سپاه سایبری تلاش کرده از اینترنت برای پیشبرد خواستهایش استفاده کند. به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن فعالیت میکردن، اکانت درست میکردیم. حالا با یه آیه، یه نقطه، یه چیزی بالاخره عین شبیه به اون اکانت میشد. عکس همون بود، اسم همون بود. این سخنان یکی از طراحان اصلی در صیانت از فضای مجازی است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای حذف دشمنانش از هر تمهیدی استفاده می‌کند. از طرف دیگر این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی از شخصیت‌های وسوسه‌گر در عملیات‌های سایبری استفاده می‌کند. 6 سال پیش هویت یک زن انگلیسی به نام میاش خبرساز شد. 30 ساله، جذاب و عکاسی موفق که در فیسبوک بیش از 500 دوست داشت و پروفایلش در لینکدین هم بسیار پروپیمان و فعال بود. او اهل استافوردشایر بود و در رویال آکادمی در رشته هنر تحصیل کرده بود. او بعداً در دانشگاه گل اسمیتس لندن فوق لیسانس گرفته بود. اما اشکال کار آنجا بود که خانم میاش اصلاً وجود خارجی نداشت. 6 سال قبل خبرگزاری رویترز به نقل از تیم امنیتی کمپانی دل فاش کرد که خانم میاش آفریده یک گروه هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی به نام کوبالت جیپسی است که به هزاران کامپیوتر در عربستان سعودی و شرکت‌های متعددی در اسرائیل حمله کرده بود. 6 ماه بعدتر ارتش اسرائیل کشف کرد که حماس با استفاده از اکانت‌های جعلی زنان به اسرائیل حمله سایبری کرده. اما حالا مشخص شده که این بار سپاه پاسداران از زنان عضو یگان سایبری برای کمک به حماس استفاده می‌کند. زنانی که مقابل دوربین برهنه می‌شوند تا مردان اسرائیلی را وسوسه کنند و از آنان اطلاعات مورد نیاز حماس را بگیرند. احتمالاً یکی از 2000 گردان سایبری که فرمانده سپاه پاسداران از تشکیلشان خبر داده بود. یگان اغواگران نظام جمهوری اسلامی، شعبه مشهد. مجتبی پورمحسن، لندن. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ماست. آقای مهدوی آزاد، خیلی خوش آمدید. اگر استفاده از چهره‌های اغواگر در نظام اسلامی در جنگ با دشمن احیاناً مشکلی نداره، مشکل شرعی نداره، چرا سپاه پاسداران از زنان کشورهای دیگه، مثلا کشورهای منطقه، استفاده نکرده و زنان ایرانی آن در مشهد استفاده کرده؟ یه سوال خیلی مهم هست. ببینید، جنگ اطلاعاتی بزرگی بین اسرائیل و ایران در جریان هست. در یک دهه اخیر مشخصا اسرائیل دست به شدت بالا رو داشته، یعنی از اینکه 5 خرابکاری بزرگ در نتنز شده، اسناد اتمی رو بودن، فخریزاده رو زدن، اینکه سپاه قدس در داخل ایران و از مأموران سپاه قدس در داخل ایران بازجویی کرده، موساد، برنامه‌های ترور جمهوری اسلامی رو رفته، این همینا نشون میده دست برتر مون. تو ایران هم یه بازیگر بوده، یه نمونه بازی جدی بوده. یک نمونهش این است که به هر حال وزیر انرژی
انرژی اسرائیل در حد کابینه رو در بعدا معلوم شد گوننسگر که مأمور اطلاعاتی بوده، جاسوس رسمی بود و او خودش هم پذیرفت. منتها یه نکته این وسط وجود داره. آقای علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات مهر 1398 مصاحبه کرد با روزنامه ایران. اون تو ادعا کرد که علی خامنه‌ای حکم داده که به هیچ عنوان در دستگاه اطلاعاتی نمیشه از پرستو استفاده کرد و این ممنوع هست. یکی از روحانیون نزدیک به بیت هم ادعا کرد که بر مبنای فتوای علی خامنه‌ای ماموران اطلاعاتی یا همون سربازان گمنام اینها در خارج از کشور حق ندارن برای حتی برای پیشبرد برنامه‌هاشون مشروبات الکلی بخورن. طبیعتا من این چیزا رو نمیتونم بگم جز پروپاگانداست، به این خاطر که این موضوع خاص مربوط به حکومت هست، دلیلی بر پروپاگاندا وجود نداره. بنابراین یا باید نتیجه بگید که علی خامنه توی این زمینه، چون چیزی که شما منتشر کردید یک افشاگری مستند است، منطقا هم لیک شده از طرف اسرائیل، یا باید نتیجه برسید که به سپاه پاسداران و سپاه پاس علی خامنه اجازه ویژه داده، یعنی همچنان که به سپاه پاس اجازه داده تو نوار صوتی میشن پول کشور رو بخور، 90% فعالیت های اقتصادی نامشروع بدید به سپاه پاس، اجازه داده که از زنها هم استفاده کنن پرستو بازی کنن، و یا اینکه اینجا دوباره شاهد یکی از کارهای به ظاهر خودسر هستیم که البته هیچ گونه حکومت معلوم نمیشه. منطقا ولی نهایتا چیزی که میتونم بگم، حتی اگر بگیم در خارج از کشور از مأمورا رضایت خارج کشور استفاده کرده باشن که نیست، اینجا میبینید ایرانیان اونم تو مشهد، حتی اون هم اگر باشه بر مبنای ادعاهای مقامات جمهوری غیر قانونی است، بر مبنای ادعاهای اونها خلاف دستورات علی خامنه‌ای است. آقای مهدوی آزاد، با وجود همین احکام و فتوی میدونیم که استفاده از چهره‌های اقواگر در سیستم‌های امنیتی مرسومه، البته در دعوای سیاسی داخلی هم بسیار مرسومه، اما چقدر سابقه داره که یک دولت برای یک گروه تروریستی دیگه در یک منطقه دیگه از دنیا این خدمات رو ارائه بده؟ حدوداً یک دقیقه وقت داریم، ممنون میشم. بله، ببینید اول استفاده از نیروهای درست پرستوها مرسوم در اسرائیل هم مرسوم، حتی بعضی خواخامه ها دادن که کار مثلا مباهی هم هست. منتها در جمهوری اسلامی شما چیزی که میبینید اول خیلی زیاده روی میبینید و دوم بحران جنسی میبینید، یعنی اینا رو باید کنار هم بگذارید. ببین تو حتی بازجویی ها از نیروهای امنیتی، از نیروهای فعالان مدنی ایران، از فعالان زنان ایران، از روزنامه نگاران شما یک عالمه حرفای سکسی، اتهامات جنسی و غیره از طرف مقامات امنیتی میشنوید. اصلا تاریخ جمهوری اسلامی نگاه کنید، از قبل انقلاب اون کاری که ساواک کرده بود، فیلم به روحانیون ارشد با زنان رو تهیه کرد، از اون لحظه شما شروع کنید تا الان اصلا انگار بحران جنسی در ذهن روحانیون و مقامات جمهوری اسلامی است و این بحران جنسی رو به تمام بخش‌های کشور تسری دادن. ساده‌ترینش اینه که تو خیابون اگه یک تارموی بیاد بیرون، اونها در ذهنشون یک فیلم پورنو می‌سازن، کشور حاضر به آتش بکشن، و پیچیده‌ترینش هم این تناقض‌هاست در ساختارهای اطلاعاتی که دیدید. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برن، متشکرم. تنش‌ها در دریای سرخ و تنگه باب المندب از روز جمعه با حمله حوثی‌های یمن به 3 کشتی تجاری وارد مرحله تازه‌ای شده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری را خطر بزرگ علیه کشتیرانی بین‌المللی دونسته و اعلام کرده که تنها صبح شنبه 14 پهپاد شلیک شده حوثی‌ها را در دریای سرخ منهدم کرده. بریتانیا هم گفته یکی از پهپادهای حوثی‌ها را سرنگون کرده. با تشدید ناامنی در دریای سرخ تا به حال دو شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی از جمله بزرگترین خط کشتیرانی کانتینری جهان روز شنبه گفتن تردد ناوگان‌هاشون رو در کانال سوئز متوقف می‌کنند. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی گفتن تا زمان عقب نشینی اسرائیل از غزه به حملاتشون ادامه میدن. آمریکا اما اعلام کرده این تنها مشکل این کشور یا اسرائیل نیست و حل اون مستلزم ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای و جهانی است. با این حال عربستان سعودی کماکان امیدوار هست که تنش‌های فعلی بیشتر از این گسترش پیدا نکنه. گزارش محسن ایزدی رو با هم دیگه ببینیم. حوثی‌های یمن و 3 حمله دریایی در یک روز. روز جمعه حوثی‌ها از حمله به 2 کشتی تجاری در دریای سرخ خبر دادند. ادعایی که کمی بعد توسط ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تأیید و تکمیل شد. طبق اعلام سنتکام، حوثی‌ها ابتدا کشتی آلانیا را که به سمت شمال دریای سرخ در حرکت بود، تهدید به حمله کرده و به آن دستور دادند به سمت جنوب تغییر جهت دهد. 2 ساعت بعد، حوثی‌ها با پهپاد کشتی الجسره را که به سمت جنوب دریای سرخ حرکت می‌کرد، هدف قرار دادند. این حمله موجب آتش سوزی در کشتی شد، اما خدمه توانستند آتش را مهار کنند. و در نهایت حوثی‌ها 4 ساعت بعد 2 موشک بالستیک به سمت تنگه باب المندب شلیک کردند
که یکی از آن موشک‌ها به کشتی پالاتیون برخورد کرد و آن را نیز دچار آتش سوزی کرد. یحیی سریع سخنگوی حوثی‌های یمن گفته که این گروه تا زمانی که دارو و غذای لازم به غزه نرسد مانع از تردد همه کشتی‌ها به مقصد اسرائیل از مسیر دریای سرخ خواهد شد. هرچند او تلاش کرد به دیگر کشورهای جهان اطمینان خاطر دهد. نیروهای مسلح یمنی به همه کشتی‌هایی که به هر مقصدی غیر از اسرائیل میرن اطمینان میده که مورد حمله قرار نخواهند گرفت. منتها اونا باید دستگاه‌های شناساییشون رو روشن نگه دارن. وعده‌ای که ظاهراً خریدار چندانی نداشته. شرکت آلمانی هاپاگ‌لوید که یکی از کشتی‌هایش تحت حمله حوثی‌ها قرار گرفته، ضمن توقف فعالیتش در دریای سرخ تا روز 27 آذر ماه اعلام کرد که در روزهای آینده درباره تمدید این راهکار تصمیم گیری خواهد کرد. پیش از آن نیز مرسک، یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل دریایی جهان، به کشتی‌های خود دستور داده بود تا اطلاع ثانوی از تنگه باب‌المندب عبور نکنند. امریکا قطعاً بر روند نقل و انتقال کالا در سطح جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت. یک مقام ارشد حوثی‌های یمن روز جمعه به امریکا، اسرائیل و کشورهای غربی هشدار داد که هر گونه اقدام خصمانه علیه این گروه پیامدهای سنگین پرهزینه‌ای برای آنها خواهد داشت. به نظر می‌رسد حوثی‌ها با توجه به اظهارات مقام‌های آمریکایی اطمینان دارند که در مقطع فعلی خطری متوجه آنان نیست. آمریکا در حال همکاری با شرکای منطقه‌ای و جهانی به منظور مقابله با این تهدیده. ما داریم یک ائتلاف تشکیل می‌دیم. ما می‌خواهیم از حضور همه کشورهایی که خواهان توقف این تهدیدات هستند در این ائتلاف اطمینان حاصل کنیم. این نه فقط به آمریکا و اسرائیل، بلکه به همه جهان مربوطه. ما به هر اقدامی که در راستای مقابله با تهدیدات حوثی ها لازم و ضروری باشه ادامه میدیم. اظهاراتی که به برداشت حوثی ها به معنای عدم تمایل دولت بایدن به واکنش در برابر آنهاست. یکی از اولین اقدامات جو بایدن پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا خارج کردن حوثی ها از لیست گروه های تروریستی بود. با این حال و به رغم همه این تحولات، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تازه ترین اظهاراتش ابراز امیدواری کرده که بتوان از تشدید تنش در تنگه باب المندب و دریای سرخ جلوگیری کرد. اما طبق شواهد موجود به نظر می رسد تنها راه جلوگیری از تشدید تنش مزبور پایان جنگ در غزه است. امریکا از دید اسرائیل تنها در صورت سرنگونی حماس در غزه تحقق خواهد یافت. محسن ایزدی، لندن. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده خیلی خوش آمدید. به نظر شما افزایش حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری به چه دلیل هست؟ آیا نشانگر افزایش توان نظامی حوثی‌هاست یا نه اینکه افزایش در واقع این تنش‌ها به دلیل بی‌میلی آمریکا و متحدانش در مقابله با این تهدیدات هست؟ هر دو تاشه. یعنی حوثی‌ها امکانات نظامی وسیع پیدا کردن و تبدیل شدن در درون جبهه مقاومت به یک گروه مهمی، چون این در درون مقاومت گروه های شبیه حزب الله هستن، هشت و شبیه عراق هستن و گروه هایی که احتمالاً در سوریه هستن، ولی هم لبنانی ها، یعنی هم حزب الله در لبنان و هم هشت و شبیه در عراق دچار یه محظوراتی هم، یک مشکلاتی دارن، یعنی همینطور هم نمیتونن وارد جنگ با اسرائیل بشن یا اهداف اسرائیل رو در نظر بگیرن چون دولت مرکزی مخالفه. در لبنان هم همین هست، ولی حوثی ها در این کشوری که در حقیقت جنگ داخلی همه جا وجود داره دارن تبدیل میشن به یکی از مؤثرترین گروه های مقاومت به اصطلاح جمهوری اسلامی، و با این کارشون در حقیقت یک اقدام بسیار بسیار مؤثری دارن انجام میدن. یعنی الان شما همطوری گفتید کشتیرانی از باب المندب، کشتیرانی تجارتی از باب المندب تقریبا نصف شده و این دوتا کشتیرانی بزرگی که گفتن فعلا نمیخوام از باب المندب بگذاریم، یعنی مسک دانمارکی و هاپاگ‌لوید آلمانی، اینا در حقیقت
قسمت اعظمی از تجارت جهانی در دستشونه که تمام کالاها رو از چین و هند و آسیا از طریق باب المندب میارن، وارد کانال سوئز میکنن و میبرن به بنادر اروپایی. این در موقعیت حوثی‌ها. آمریکایی ها هم در حقیقت همین الان شما پخش کردید از جان کربی، گفت ما در پی ایجاد ائتلاف هستیم برای مقابله با حوثی ها. به تنهایی نمیخوان وارد بشن، چون اصلا حضورشون در منطقه این بوده که جلوی گسترش جنگ رو بگیرن، یعنی به اسرائیل اجازه بدن فقط در جبهه غزه به جنگ و تمام نیروهایی را هم که متمرکز کردن در حقیقت اختاری است به حزب الله، حوثی ها، حشر و شعبی، که اگر شما دست از پا خطا کنید یا یک مرزی رو رد بشید ما وارد عمل میشیم. ظاهرا آمریکایی ها تشخیص دادن که هنوز به اون مرحله نرسیده و فکر میکنن که الان وزارت دفاع آلمان گفتش که آمریکایی ها از ما خواستن، یعنی از آلمانی ها، که یک ناوگان بفرستید به باب المندب و دارن آمریکایی ها بحث میکنن. آقای سعدزاده یک دقیقه فرصت داریم، اما چه بخوان چه نخوان، شاید با توجه به اهمیت این شرکت های حمل و نقل در تجارت دریایی همونطور که شما بهش اشاره کردین، شاید مجبور بشن، چقدر فکر میکنیم مجبور میشن در نهایت آمریکا یه واکنشی نشون بده، یک واکنش جدی حداقل برای به دلیل اقتصادی و به دلیل توجه اقتصادی که وجود داره؟ من فکر میکنم بستگی به فعالیت‌های حوثی‌ها داره. اگر حوثی‌ها تصور بکنید با یک پهپاد، الان یکی از پهپاداشون گویا به شهر ایلات اسرائیل رسیده، تلفاتی نداشته، ولی اگر یکی از این پهپادهای اینها جلفات جانی بیاره یا خطرات عجیبی به وجود بیاره، آمریکا مجبور میشه وارد بشه. ظاهرا هنوز آمریکا مجبور نشده. این بستگی به محدوده عمل حوثی ها داره. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، خیلی متشکرم. در 72 روز از جنگ اسرائیل با حماس درگیری‌ها در سرتاسر نوار غزه همچنان ادامه داره و خطوط تلفن و اینترنت از 3 گذشته همچنان قطع هستند. گزارش‌ها از نبردهای تن به تن در مدارس و ساختمان‌های دولتی غزه حکایت دارند. همزمان با افزایش تلفات سربازان اسرائیلی، ارتش این کشور به اشتباه 3 گروگان اسرائیلی را هدف گلوله قرار داده. ارتش اسرائیل گفته تحقیقات درباره کشته شدن این 3 گروگان توسط سربازان اسرائیلی شروع کرده. در تحول دیگر اما قطر از ادامه مذاکرات برای آتش بس خبر داده. رویترز هم گزارش داده دیوید بارنا رئیس موساد روز جمعه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در یکی از پایتخت‌های اروپایی دیدار کرده و برای صحبت با نتانیاهو به اسرائیل برگشته. دیداری که به گفته اکسیوس اولین دیدار بین دو طرف از زمان آتش بس در ماه نوامبر و به گفته رویترز و به نقل از مقامات مصری و قطری امیدواری رو برای رسیدن به یک آتش بس در واقع بیشتر کرده. گزارش همکارم بهنود نورپناه رو ببینید. ادامه پیشروی ارتش اسرائیل در خاک غزه. منابع فلسطینی از حملات هوایی مجدد به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه خبر می‌دهند. گفته شده 14 نفر زیر بمباران جت‌های جنگنده اسرائیل کشته شدند. در محور جنوبی این اردوگاه یعنی شهر غزه درگیری تن به تن بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در جریان است. ارتش اسرائیل گزارش داده دست کم 12 جنگجوی حماس را حین درگیری شدید در دو مدرسه از پا در آورده است. دیگر مناطق شهر غزه از جمله محله شجاعیه نیز همچنان هدف حملات سنگین توپخانه‌ای قرار دارد. البته عملیات ارتش اسرائیل در محله شجاعیه منجر به کشته شدن 3 از گروگان‌ها شد. میخواهم اخبار دردناکی را به اطلاع عموم برسانم. در طول نبردهای شجاعیه ارتش اسرائیل به اشتباه 3 اسرائیلی ربوده شده را به عنوان تهدید شناسایی کرد و در نتیجه نیروهای ما به سمت آنها شلیک کردند و آنها کشته شدند. پس از تیراندازی و در حین اسکن و معاینه بلافاصله نسبت به هویت کشته شدگان شک و تردید به وجود آمد و اجساد به سرعت برای معاینه به اسرائیل منتقل شدند و گروگان‌ها در آنجا شناسایی شدند. بر طبق گزارش‌های رسیده تمرکز اصلی ارتش اسرائیل کماکان بر شهر خان یونس در جنوب نوار غزه است.
ادامه درگیری‌های خانه به خانه در این منطقه باعث افزایش تلفات نظامیان اسرائیلی به 119 نفر و کشته شدن یک تصویربردار شبکه قطری الجزیره شد که محکومیت‌های زیادی را به دنبال داشت. ابو عبیده سخنگوی شبه نظامیان حماس در فایلی صوتی که از الجزیره پخش شد تأکید کرد 70 روز از آغاز نبرد طوفان الاقصی سپری شد و فلسطینیان همچنان این نبرد بی سابقه را پیش میبرند. او گفت گردانهای حماس با راکت‌های ضد زره نظامیان اسرائیلی را در داخل خانه‌ها و ساختمان‌ها هدف قرار دادند. گزارش‌ها حاکی از رهگیری موشک‌های فلسطینی بر فراز آسمان اورشلیم است. این در حالی است که پیشتر اسرائیل از اجرای موفق طرح پمپاژ آب به داخل تونل‌های زیرزمینی غزه خبر داده بود. امری که توأم با ضعف ارتش اسرائیل در نجات گروگان‌ها نگرانی‌های بسیاری را متوجه خانواده‌های اسرا کرده و سبب شده برخی از آنان شب گذشته را در تظاهرات سپری کنند. تراژدی وحشتناکی. یک توافق باید خیلی خیلی زودتر انجام میشد تا زندگی این همه مردم بیگناه نجات پیدا کنه. من فکر میکنم این یک تراژدی بزرگ در تمامی جوانبه که در حال وقوعه. خیلی سخته که بخوای راجبش حرف بزنی. در حالی که زمزمه توافقی جدید برای آزادی گروگان‌ها در روزهای گذشته شنیده می‌شد، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق جدید به منظور برقراری آتش‌بس در منطقه ادامه دارد. شبکه خبری الجزیره نیز با اعلام برنامه دیدار نخست وزیر قطر و رئیس موساد خبر از سرگیری مذاکرات بر سر آزادی گروگان‌های حماس داد. باید دید طرفین درگیری در روزهای آتی چه رویکردی نسبت به یک توافق جدید خواهند داشت. بهنود نورپناه، ایران اینترنشنال، لندن. بابک اساقی از تل‌آویو با ماست. بابک، خبر کشته شدن تصادفی این سه گروگان موجی از واکنش‌ها رو در رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی داشته. چه بیشتر می‌دونی و تازه‌ترین‌ها رو از اسرائیل از تو بشنویم؟ همانطوری که میتونید ببینید من الان در میدان گروگان ها در مرکز تل‌آویو هستم. من کمی کنار میرم از کنار دوربین تا ببینید تقریبا 10,000 نفر همکنون در اینجا گرد اومدند. خانواده گروگان ها با اونها صحبت میکنن و هر لحظه دو واژه را به عبری فریاد میزنن: اخشاب، اخشاب. یعنی همین الان، همین الان باید گروگان ها آزاد بشن. قرار استش که آقای بنیامین نتانیاهو تا دقایقی دیگر جلوی تلویزیون بیاید و با مردم اسرائیل صحبت کند و مسئله گروگان ها را با اونها در میان بگذارد که آینده مذاکرات به کجا خواهد رفت. پیش از این در همینجا نمایندگان خانواده گروگان ها در اینجا ظاهر شدند و در بیانیه ای که خودشون قرائت کردند به آقای نتانیاهو اولتیماتوم دادند که اگر تا ساعت 9 امشب مسئله مذاکرات بر سر آزادی گروگان ها را به ما نگوید و نگوید که چه خواهد شد و چه انجام خواهد داد برای آزادی اونها، این جماعتی که در پشت سر من هست همه اونها به سوی وزارت دفاع اسرائیل همین الان راهپیمایی خواهند کرد و جلوی در جلوی در وزارتخونه که در حقیقت کابینه جنگ هم همونجا تشکیل میشه و آقای نتانیاهو رو از همونجا قرار استش که سخنرانی امشبش انجام بده خواهند موند تا گروگان ها آزاد بشن. اونها گفتن که گروگان ها در حال حاضر در خطر هستند. جنگ در غزه جان آنها را به خطر میندازه و همونطوری که دیشب دیدیم 3 تن از اونها به اشتباه کشته شدند. اونها میخواهند که آقای نتانیاهو هر چه زودتر در مقابل آزادی فلسطینیانی که حتی آدم کشتن و در مرتکب به قتل شدن گروگان ها را آزاد بکنه. در همین رابطه داوید برنئه امروز در
قطر با نخست وزیر این کشور دیدار کرد و در مورد مذاکرات تازه‌ای برای آتش بس و تبادل زندانی ها با اون گفتگو کرد. در حال حاضر یحیی سنوار رهبر حماس بسیار سخت گرفته و میگوید که تا پایان جنگ اعلام نشه و حکومت او سرنگون نشود آغاز مذاکرات برای تبادل زندانی ها را آغاز نمی کنه. همه ما امشب در این شب بسیار مهم منتظر است. بابک اسحاقی از تل اویو، متشکرم بابک. نیویورک یکی از 5 ایالت آمریکا با بیشترین تعداد مهاجر، ایالتی که تنها از بهار سال گذشته شاهد ورود بیش از 150,000 مهاجر غیرقانونی به خیابان‌هاش بوده. موجی از بحران‌های مهاجرتی، حقوقی و البته اقتصادی که باعث شده که شهردار این شهر شلوغ دستوری رو صادر کنه که بر اساس اون به هزاران خانواده پناهجو که در سیستم سرپناه اضطراری این شهر زندگی می‌کنند تنها 60 روز فرصت داده بشه که در این اقامتگاه‌ها بمونند. دستوری که در ماه اکتبر صادر شده و حالا در حال عملی شدن هست. همزمان تعداد دیگری از شهرها در آمریکا هم که با هجوم مهاجران بی خانمان روبرو هستند، محدودیت‌هایی را برای اقامت در سرپناه‌های اضطراری اعمال کردند. علاوه بر اون، بعضی از نهادهای کمک‌های اجتماعی به مهاجران هم از کم شدن حدوداً 50% بودجه‌شون خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش نریمان فروغی. بلا تکلیفی هزاران مهاجر غیرقانونی در نیویورک به دنبال دریافت دستور ترک سرپناه‌های موقت، بدون تضمین برای داشتن سرپناهی دیگر، آن هم در سرمای زمستان و سال نو. این میتواند سال نوی سرد و البته طاقت فرسایی برای مهاجرانی باشد که در سیستم پناهگاه اضطراری شهر نیویورک زندگی میکنند. بر اساس قانونی که در ماه اکتبر سال جاری توسط اریک آدامز شهردار نیویورک صادر شده، مهاجران بی خانمان و فرزندانشان تنها 60 روز می توانند در این سرپناه ها اقامت داشته باشند. اقدامی که به گفته دموکرات ها برای تسکین سازوکار اسکان پناهجوهایی است که از مرز جنوبی ایالات متحده وارد این کشور می شوند. زمان برای کارینای 38 ساله و دو فرزندش که باید روز 5 ژانویه سال پیش رو هتل محل اقامتشان را ترک کنند در حال اتمام است. به پسرم میگم که از این فرصت استفاده کنه و از زندگی در هتل لذت ببره، حداقل تا زمانی که سقفی بالای سرمون هست، چون خیلی زود باید اینجا رو ترک کنیم و شاید مجبور شیم توی قطار یا خیابون بخوابیم. خب پسرم گریهش گرفت، بهش گفتم باید امید داشته باشیم. اینکه اقامتگاه موقت بعدی کارینا و دو فرزندش کجاست مشخص نیست، اگرچه امکان درخواست مجدد برای پذیرش در این اقامتگاه‌ها داده شده، ولی آنها میگویند ممکن است تا موافقت با این درخواست به یکی از مراکز اسکان اضطراری برای پناهجویان در خارج از شهر و به چادر دور از جایی که پسر 11 سالش به مدرسه می‌رود فرستاده شوند. به کسانی که اخراج می‌شوند گفته می‌شود برای پیگیری شرایط اقامت و اسکان خود به یک مدرسه کاتولیک در دهکده شرقی منهتن بروند، جایی که ده‌ها پناهجو هر روز صبح در هوای سرد با چمدان صف کشیدند تا درخواست اقامت مجدد بدهند. یک بلیت یک طرفه رایگان هم به هر نقطه از جهان به کسانی داده می‌شود که قصد خروج از ایالات متحده را داشته باشند. هرچند ظاهراً این پیشنهاد فرماندار نیویورک برای کسانی که به سختی پا به خاک آمریکا گذاشتند جذابیتی ندارد. شهرهای دیگری هم که در ایالات متحده با هجوم پناهجوها مواجه هستند، محدودیت‌های مشابهی برای اقامت در این سرپناه‌ها اعمال کردند که دلایل آن را هزینه‌های ساخت سرپناه کافی، پرداخت هزینه اتاق‌های هتل و خرید وعده‌های غذایی بیان کردند. اگرچه بسیاری معتقدند هدف از زیر فشار گذاشتن پناهجویان به این شکل در واقع مجبور کردن آنها به تقبل هزینه‌های زندگی خود و یا ترک شهر یا حتی آمریکاست. پناهجویان هم میگویند 60 روز برای یافتن شغلی جدید، مستقر کردن بچه‌ها در مدرسه و پسنداز برای اجاره خانه جدید کافی نیست. شیکاگو هم ماه گذشته این محدودیت‌ها را وضع کرد و قرار است از اوایل ژانویه سال آینده اخراج پناهجویان از اقامتگاه‌های این شهر آغاز شود. فرماندار ماساچوست هم اخیراً گفته قصد دارد تعداد ساکنین این اقامتگاه‌ها را به 7500 نفر محدود کند.
بزرگسالان مجرد و آنهایی که فرزند ندارن هم در حال حاضر مشمول محدودیت کوتاه‌تری برای اقامت در این سرپناه ها هستند. فقط 30 روز. برای آنای 22 ساله که به امید ساختن آینده‌ای بهتر از ونزوئلا به آمریکا آمده، شرایط به مراتب دشوارتر است. آن هم وقتی که تولد نوزادش در روزهای پایانی ماه دسامبر است و او باید تا 8 ژانویه محل اقامتش را هم ترک کند. حال باید دید که سرزمین رویاها و فرصتها به آنا و فرزندش فرصتی برای تحقق رویاهایشان می‌دهد یا نه. نریمان فروغی، لندن. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از دالاس تگزاس با ماست. آقای سمیعی خیلی خوش آمدین. این اریک آدامز، شهردار نیویورک، شاید بسیاری به یاد داشته باشن که سال گذشته به استقبال مهاجران میرفت که با اتوبوس به نیویورک میومدن. حالا چه شده که امسال این بگیر و ببند شروع شده؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران. ببینید، مسائلی که به وجود آمده، یک در مسئله کسر بودجه هست. یعنی علارغم تمایلی که این شهر یا شهر نیویورک یا شهر شیکاگو یا جاهای دیگر داشته باشند که این مهاجرین رو پذیرا باشند، اما مسئله بودجه هم دارند. این از یک طرف است. از طرف دیگر این جاهایی که اینها اجاره کردند یا این هتل‌های سابقی که در اختیار این مهاجرین گذاشتن، اینها نیازمند به بروزرسانی دارن، نیازمند به تمیز کردن دارن و این مسئله یه مقداری مسئله رو بغرنج‌تر کرده. اما بزرگتر از همه اینها به خاطر این مسئله هست که یک برنامه درست مهاجرتی دولت فدرال امریکا و هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها مقصر هستند، نتونستند به نتیجه برسونند که نتیجه شده این که مهاجرین به صورت بی رویه به داخل امریکا آمدن، ولی الان این مشکل دارن. به فرض شهر نیویورک شهری است که یکی از مفاد اساسنامه شهریش میگه هر کسی سرپناه بخواد نیویورک بهش سرپناه میده، اما الان اومدن اون سرپناه رو مدت زمان گذاشتن روش و کردن فقط 60 روزه. این بسیار ناکافی هست، ولی من فکر نمی کنم که راهکاری بهتر از این که این افراد رو به کشور خودشون برگردونن پیدا بکنن. آقای سمی، به نیویورک اشاره کردیم، بر اساس گزارش ها حتی در آریزونا بعضی از گذرگاه های مرزی این شهر به دلیل هجوم مهاجرین غیرقانونی حتی به روی توریست ها و مهاجرین قانونی هم بسته شده. فکر میکنیم با ورود به سال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باید شاهد تغییرات سیاسی متفاوتی در عرصه مهاجرت باشیم؟ هیچ شکی در این مسئله بنده ندارم، به خاطر اینکه ببینید این مسئله واقعا نشانگر اون هست که در انتخابات آینده کاندیدای جمهوری خواه بلا شک اعلام میکنه که ما باید مرزها رو ببندیم، به خصوص اگر اون کاندیدا آقای ترامپ باشه، ما باید مرزها رو ببندیم، مهاجرین حق ورود نداشته باشن تا ما بتونیم یک برنامه جامع و کاملی داشته باشیم. برعکس دموکرات ها میگن ما یک چتر بزرگیم و باید همه رو بتونیم اجازه ورود بهشون بدیم. ولی اون چه که اعلام نمی کنن این هست که چگونه هزینه اینها رو بپردازیم. جمهوری خواها میگن بله ما قبول داریم که امریکا یک مهد آرمان هاست، اما ما باید پول داشتنش رو داشته باشیم. ولی در حال حاضر مسئله به جد سر مسئله بودجه هست و لاغیر. ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از دالاس تگزاس. اما از نیویورک سری بزنیم به کالیفرنیا. دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی در کالیفرنیا با چاپ و گردآوری بعضی از آثار هنرهای تجسمی اعتراضی که در طول جنبش زن زندگی آزادی توسط گروهی از هنرمندان تولید شدند، نمایشگاهی برگزار کرده تا یاد قربانیان و دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی رو گرامی بداره. نیلوفر منصوری گزارش در همین زمینه تهیه کرده، با هم ببینیم. گردآوری آثاری برگرفته از خیزش زن زندگی آزادی در لس آنجلس. نمایشگاهی از ده‌ها اثر هنر دیجیتال که از هنرمندان بنام و گمنام به وسیله چاپ دستی گرد هم آمدند. رویدادی دو روزه که به همت دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی و همزمان با پایان کمپین 16 روزه مبارزه با خشونت بر علیه زنان برگزار شد.
ما فکر میکنیم که هر انسانی وقتی که آزادی خواه هستش به زبان خودش شروع میکنه برای بست اندیشه خودش، و زبان هنر یکی از این زبان ها هستش. هم اجازه میده به جامعه آرتیست ها، به جامعه هنرمندان این اجازه رو میده که این جامعه بتونه که ببینه که داره دیده میشه، داره شنیده میشه همچنان، و به جامعه غیر ایرانی این امکان رو میده که این زبان رو بفهمه، درکش بکنه. این احساساتی نهفته هستش در تک تک این آثار. بیشتر این بچه ها، ما حتی این آرتیست ها رو اصلا ما نمیشناسیم بعضی هاشون رو. بعضی هاشون در داخل ایران هستن، بعضی هاشون دانشجو هستن در یک کشوری هستن که فقط دلشون برای کشور خودشون، برای سرزمینی که از اونجا اومدن میتپه، و ما فکر کردیم که چه کاری بهتر از این. در طول 25 سال اخیر اگر به اعتراضات مردمی بر علیه جمهوری اسلامی نگاه کنیم، هیچ زمان در مقایسه با جنبش زن زندگی آزادی این چنین آثار هنر اعتراضی، حالا چه در قالب نقاشی، عکس یا گرافیک، در این میزان تعداد بالا و در این سطح از خلاقیت تولید و تکثیر نشده بود. آثاری که به لطف فضای مجازی با یک کلیک وایرال شدند و برخی از اونها پوسترهایی شدند که در طول یک سال گذشته در تجمعات اعتراضی در اقصی نقاط جهان توسط هزاران ایرانی در دست گرفته شد. به گفته این فعالان فمینیست، آنچه باقی میماند تصویر است. تصاویری از مقاومت، مبارزه و ایثار جوانانی که برای آزادی از جان گذشتند و زنده نگه داشتن شعله آتشی که قرار نیست در میان طوفان حوادث خاموش شود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. همراهان امروز، با این گزارش هنری به پایان این بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. قرار ما فردا ساعت 10 شب به وقت تهران. شب و روزتون خوش. با ما بمونید.